سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین خیلی خوش اومدیم به کانال من دوستان عزیز ادامه میدیم جلسه قبلی رو موضوع افعال انکاسی بود و مثال های افعال انکاسی داتیوی رو شروع کرده بودیم که فعل واشن رو گفتیم و که گفتیم در حالت داتیوی و اکوزاتیوی به چه شکلی هستش گفتیم فعل واشن فعل رفلکسیوی هست فعل انکاسی هست که هم حالت داتیوی داره هم حالت اکوزاتیوی داره جدولی که اینجا براتون کشیدم رو با هم دیگه میتونیم روخونی بکنیم ایش واش میش من خودم رو میشورم ایش واش میه وقتی میگیم ایش واش میه در حالت داتیوی باید بگیم که چی مثلا میتونیم بگیم ایش میه دی هاره. میه دی هنده من دستامو میشورم من موهامو میشورم دو وشت اینو نذاشتم نزاشتم دو وشت دیش تو خودتو میشوری دو وشت دیه مثلا دیهاره دی دو وشت دیه دیهاره تو موهاتو میشوری ازی از وشت زیش ازی از وشت زیش دوتاشون هم حالت اکوزات ویداتی شکل هم هستن که یک رو من با رنگ سبز نوشتم یعنی این حالت اکوزاتیوی هستش زمایر انکاسی حالت اکوزاتیو و اون یکی رو با قرمز وی واشن اونس وی واشن اونس دی هنده در این حالت باید بگین در این حالت فقط میگیم وی واشن اونس حالت اکوزاتیوی ما خودمون رو میشوریم در حالت داتیوی باید بگیم وی واشن اونس دی هنده ما دستامون رو میشوریم ای واشت اویش شما میشورید خودتون رو ie وشت، اویش دیهنده شما schon رو میشورید زی زی واشن زیش میشه آنها یا شما ی آنها میشورن خودشون رو شما میشورید خودتون رو و زی زی واشن زیش دی هنده دی هاره داس گزیشت یعنی شما دستتون رو یا موهاتون رو یا صورتتون رو میشورید یا آنها دستشون و رو موهاشون رو یا صورتشون رو میشورن خب فرقش فقط اینه که در حالت دا بعدش باید یه مفعول بیارید که کدوم قسمت از بدنتون رو کدوم جزء از بدنتون رو دارید میشورید خب این از این در مورد فعل واشن بود که با هم در جلسه قبلی صحبت کردیم مثالاش هم گفتیم حالا میایم فعل بعدی که معرفی میکنیم به عنوان مثال فعل کافن هست دوستان عزیز ما افعال زیادی داریم که جز افعال انکاسی هستن و در حالت داتیوی یا در حالت اکوزاتیوی در پایین یه جدولی کشیدم که در جلو که میریم بهتون نشون میدم چه جوریه ولی خب همه اونا تو این ویدیو نمیگنجن و ما چیزایی رو که پرکاربرد هستن و بیشتر تو روزمره استفاده میکنیم رو اینجا با هم دیگه یاد میگیریم فعل کافن اولش نوشتم داتیف زیش کافن یعنی این فعل انکاسی داتیوی هستش مثلا میگم که ایش کافه میه این تاشه من برای خودم یه دونه کیف میخرم یا ایش هبه میه این تاشه که کافت من برای خودم یه کیف خریدم میه اینجا برای خودم هست خب دوباره من اینجا یه چیزی با آبی نوشتم یه نکته ای هست دوباره فل کافن ما میدونیم که هم حالت رفلکسیوی شو داریم هم حالت غیر رفلکسیوی شو داریم چرا برای اینکه کافن یه فعلی هست که شما میتونی برای خودت یه چیزو بخری اگه یه چیزی رو برای خودت خریدی میشه زیش کافن یعنی انکاسی اما اگر تو یه چیزی رو برای یه کسی دیگه خریدی دیگه این فل فل انکاسی نیست چون برای خودتون نمیخرید اینجا هم داتیوی میایم یه مندم اتفاس کافن برای کسی حالت داتیو چیزی را خریدن دوتا مفعول داریم اینجا مفعول داتیوی و اکوزاتیوی دقت کنید که این فعلی که اینجا با آبی نوشتم به هیچ عنوان فعل رفلکسیو نیست فقط چون تو این موضوع استفاده میشه و کاربرد داره میخوام بگم که تفاوتش رو بدونید که چی هست ایش کافه مثالش ماینا توختا این اسپیلزوق من میخرم برای دخترم یه دونه اسباب بازی اینجا هم دیدید که برای خودم نمیخرم اگر برای خودم بود میشد کافن رفلکسیو چون برای خودم نیست دیگه این کافن اینجا رفلکسیو نیست اینجا این رفلکسیو چون برای خودم میخرم ایش کافه میه اینجا رفلکسیو نیست چون برای خودم نمیخرم برای دخترم میخرم در واقع خب فعل بعدی فعل پوتسن هستش زیش پوتسن داتیف حالت داتیوی هستش در این حالت هم وقتی که ما میخواییم بگیم که ما خودمون رو تمیز میکنیم باید بگیم کدوم قسمت بدن یعنی اغلب اینجوریه که جزئی از بدن رو میگید مثلا میگید چیزی که خیلی کاربرد داره تمیز کردن دندون یا مسواک زدنه ما مسواک زدن رو به این حالت میگیم از فعل پوتسن استفاده میکنیم برای مسواک زدن و میگیم ایش پوتس می دی سنه من دارم دندونامو مسواک میزنم دندونامو تمیز میکنم ایش پوتس می دی سنه ایش هاب می دی سنه گه پوتست من مسواک زدم من دارم برای خودم دندونامو تمیز میکنم برای خودم اینجا معنی میشه ولی ما اینجوری نمیفهمیم من دارم مسواک میزنم من مسواک زدم اینجا جمله دوم حالا چیزی که خیلی رواج داره و اصولا پدر ها به بچه ها میگن موقعی که قبل از اینکه برن بخوابن بچه ها که میخوان برن بخوابن پدر مادر میگن یا پدر یا مادر فرق نمیکنه دندوناتون رو تمیز کردین مسواک زدین که از این جمله استفاده میکنن هبت ای اویش اگه چند تا بچه باشه مثلا یه پدر مادر دو تا سه تا بچه داره و مخاطب شما دو سه تا بچه باشه بیشتر از یه بچه از ای استفاده میکنید میگید هبت ای اوش دید سنه گپوز؟ دندوناتون مسواک زدین بچه جا میگن یا وی هبن اونز دید سنه که من البته اینجا ننوشتم خب فعل بعدی فعل برشن هست زیش برشن که به معنی شکستن هست خب این تو موضوع زخمی کردن و زخمی شدن هم خیلی استفاده میشه که من در موردش یه ویدیو قرار بسازم و اونو مفصلا توضیح میدم ولی اینجا کوتاه بهش میپردازیم چون یه فعل رفلکسیو هست و غیر رفلکسیو شما میتونید یه اشیایی رو بشکنید شما میتونید یه جزئی از بدنت رو بشکنید در این حالت رفلکسیو هستش میگید er hat sich das bein oder den arm gebrochen یعنی اون پاش شکسته اون بازوش شکسته اون آقای ارحت سیش دس باین او دن آرم گی بروخن. و حالت داتیوی هستش یادتون نره اش هب می دست باین او دن آرم گبروخن من پام شکسته یا من بازوم شکسته خب اینم از این فعل فعل بعدی که به عنوان فعل رفلکسیو شناخته میشه و خیلی هم کاربرد داره فعل زخمی شدن هست زیش فلتسن اکوزاتیو که ما در این حالت حالت کلی میخوایم بگیم که چون زخمی شدن کلا یه حالت بیشتر کلیه مثلا میگیم طرف یه تصادف داشته زخمی شده دیگه نمیگیم کدوم قسمت از بدنش شکسته یا دقیق نمیگیم که جراحتش یا زخمی بودنش چی بوده مثلا الان یه بروخن یه جور زخمی شدنه ولی داریم میریم تو جزئیات میگیم که پاش یا دستش یا بازوش شکسته این به خاطر همین داتیویه یک جزی از بدن رو میارید میگید اما اینجا حالت کلیه میگیم که اون زخمی شده حالا کدوم قسمت بدنش نمیدونیم میگیم ایش هم میش فلتس من زخمی, زخمی شدم خودمو من تحت لفظی چینه من خودمو زخمی کردم ولی همون زخمی شدن هست ایر هدزیش اون آقای زخمی شد یا زخمی شده خب فعل بعدی فعل انترسیرن هستش زیش انترسیرن اکوزاتیف با پرپوزیسیون فر میاد دقت کنید که این افعال افعالی هستن که در واقع ما این افعال رو با پرپوزیسیونش میشناسیم و تمیشه باهاش، باهاش در واقع به, هم وصلش میکنیم یعنی زیش انترسیرن فر همیشه با هم میاد این شما میخواین رو در مثال میخوایید بگید باید پروپوزیسیونش رو بیارید باید فعل حالت رفلکسیو بیارید و بگید ایش میش فر تنیس شپیلن زون یعنی من علاقه دارم برای خودم یا خودم به بازی تنیس من بازی تنیس رو دوست دارم علاقه دارم سارا اینترسیت سیش فر شپارت. سارا علاقه داره به ورزش به ورزش علاقه داره معنی کلیش این هست اما یادمون نره که این فعل فعل رفلکسیو اکوزاتیویه نداتیوی و پرپوزیسیونش هم فور هست بعد فور هم ما یاد گرفتیم که صد درصد اکوزاتیو میاد یعنی مفعول اکوزاتیوی خب ام فعل بعدی فعل اوسیهن هستش که من نوشتم اکوزاتیش زیش آسیهن زیش آسیهن فعل آسیه معنای مختلفی داره اگر این فل فل رفلکسیو باشه معنیش میشه در آوردن لباس یعنی شما لباساتون رو در میارید مثال هاش هم اینجا هست بذارید من بکشم پایین تر که بتونیم با مثالش همزمان خود فلم ببینید ببینیم ایر سیت زیش و گیت اینس اون آقای لباساشو در میاره و میره رخت خواب منظور از لباساش منظور لباسای حالا خونشه یا لباسای بیرونشه میره یه لباس میپوشه و لباس خواب اما لباسای خونگیشو یا لباسای غیر از لباس خوابشو در میاره ار سیت سیش آوس و ایش میش آوس اون گه دوشن اینجا من لباسامو در میارم و میرم دوش بگیرم فعل بعدی فعل انسیهن هست اینم اکوزاتیو رفلکسیو به معنی پوشیدن هستش پوشیدن لباس رو میگن ایش سیه میش آن اونت سور آرباید من لباسامو میپوشم و میرم سر کار این معنی رو میده فل بعدی فیل بعدن هستش زیش بعدن اکوزاتیو هست به معنی این هست که ما بریم داخل وان همام و اونجا ساعتی دقایقی رو توی آب ریلکس کنیم میشه بعدن زونتکس بعد ایش میش. میگه که من یک شنبه ها همیشه بدن میکنم یعنی میرم تو وان همام و اونجا ریلکس میکنم فعل بعدی فعل بشفقن هست اکوزاتیف و رفلکسیف یعنی به معنی شکایت کردن و شکایت کردن رسمی از کسی یا از یه شرکتی جایی دی شولا بشویغن زیش über den schweren میگه که دانش آموزا شکایت میکنن گل, گله, میکنن یا بیشتر به معنی گله نیست بیشتر به معنی شکایت هست رسمی میرین و یه جای شکایت میکنین شکایت میکنن از این تست سخت از این تست سختی که دادن میرن شکایت میکنن حالا به مدیر شکایت میکنن حالا به کجا ولی شکایت میکنن که این تست خیلی سوالاش سخت بوده خب اینجا هم از زیش استفاده کردیم دیشولا جمه و جمع میشه زی همون زی میشه دیشولا به زیش زش فعل بعدیش فعل خوشحال شدن هست اکوزاتیو زیش فاین آخر نامه ها ما خیلی اینو میبینیم و مینویسیم که حالا توی ویدیوی دیگه ای قراره که من در مورد نامه صحبت کنم که چجوری میتونیم نامه رو بنویسیم با آلمانی در سطح های مختلف اونجا بهش بیشتر میپردازیم از این فعل خیلی استفاده میکنیم که آخر نامه همیشه مینویسیم ایش میش اوف ایر مثلا من خیلی خوشحال میشم از جوابتون یعنی اگه جواب بدین خیلی خوشحال میشم وی فروین اونز اوف دی ما خوشحالیم یا خوشحال هستیم به خاطر فقیم و تعطیلاتی که قرار بیاد فعل بعدی فعل فولن هست زیش فولن اکوزاتیو به معنی احساس کردن هستش هویت فول ایش میش ول امروز احساس خوبی دارم احساس خوبی میکنم فعل بعدی لگن هست زیش لگن خود را درازاندن همچین چیزی معنی میشه یا دراز کشیدن معنی میشه ولن وی اونس ان دن لگن این فکر کنم میتونه این دقیقه سوالیه میگه که میخواهید که بریم و توی ساحل دراز بکشیم ولن ویه اونس ان دن لگن خودمونو دراز بکشونیم توی خودمونو به درازونیم همچین چیزی که فارسی نداریم کنار ساحل ولن ویه اونس ان دن شترند لگن اود ونیش مو بین لگ ایش میش آف ا زوفا وقتی که خسته هستم میرم و دراز میکشم روی در واقع زوفا یا همون مبل خب دوستان من ویدیو رو همینجا قطعش میکنم و باقی بحث رو که فکر میکنم دیگه بتونیم تمومش کنیم در ویدئوی بعدی جا میدم همینجا از خواهش میکنم اگه کانال آلمانی آنلاین رو تا به الان سابسکرایب نکردی دوست داشتید سابسکرایب کنید زنگوره کنارش کنارشم فعال کنید که اگر ویدیوی آپلود شد اعلانش برای شما بیاد و همچنین خیلی خوشحال میشم اگر با یک لایک کانال من رو حمایت کنید مثل همیشه منتظر نظرات و انتقادات شما هم هستم تا ویدیوی بعدی خدا رو نگهدارتون باشه